حامد کرزای رئیس جمهور پیشین کشور حمله ایران به اسرائیل را به مثابه حق مشروع ایران برای دفاع از خود عنوان کرده است. آقای کرزای در خبرنامه گفته است ایران کشور برادر و همسایه افغانستان است که در لحظات سخت با مردم ما بوده و افغانها نیز احساس همدردی و همبستگی با مردم ایران دارند. رئیس جمهور پیشین افزوده است که جنگ غزه بدترین فاجعه انسانی را به وجود آورده و باید هرچه زودتر با برقراری آتش بس دائمی و دستیابی مردم فلسطین به حق داشتن دولت مستقل به پایان برسد. مردم افغانستان نیز در صفحات اجتماعی حمایت خود را از حملات ایران بر اسرائیل اعلام کردند. از سوی هم عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین در واکنش به تنش‌های اخیر منطقه‌ای گفته است که اسرائیل با حمله به قنصلگری ایران در سوریه قانون بین الدول، کنوانسیون‌های بین المللی مسئولیت نمایندگی‌های دیپلماتیک و عرف بین المللی را نقض کرده است. در پی پرتاب صدها راکت و طیاره بدون سرنشین ایران به هدف انتقام حمله بر قنصلگری خود در سوریه به سوی اسرائیل، آقای عبدالله در شبکه ایکس گفته است که پاسخ ایران به اسرائیل یک اقدام دفاعی و عکس العمل در برابر نقض حاکمیت ملی تهران به شمار می رود. عبدالله تصریح کرده است ادامه قتل و کشتار بی‌رحمانه مردم بیگناه فلسطین در غزه از سوی اسرائیل و هدف قرار دادن اطفال، زنان، کارمندان سازمان‌های بین‌المللی، دکتران و امدادگران عامل اصلی بحران و تنش در سطح منطقه و جهانی است. از سوی هم وزارت خارجه طالبان لحظات پیش حمایتشان را از حملات ایران بر اسرائیل اعلام کردند و گفتند که در کنار آنها هستیم. شما نظریاتتان را در این مورد با ما شریک بسازید.